صحبت ادامه میتیم از سروی که شما در سال 2010 کردین و سال گذشته بوره انتشار دادین. در اون سروی 87% نفوس افغانستان شامل است. در مورد 13% باقی نفوس افغانستان من میخواستم پرسان بکنم. چی اطلاعات دارین و چی کوشش هایی کردین که اطلاعات از اون 13% رو به دست بیارین؟ بله. اساساً سروی زمانی که دیزاین شد، طور طرح و برنامه ریزی شده بود که تمام نفوس افغانستان تحت پوشش قرار بده و در حقیقت پرسشنامه ها و سوالنامه ها در سطح کشور، یعنی به صورت طرح شده بود که نمایندگی از تمام 34 ولایت کشور کنه و نمونه گیری خانه ها باید از 34 ولایت کشور باشه. بنابر مشکلات امنیتی و دسترسی تیم های سروی، ما این سروی را نتانستیم که در 13% کشور ما مخصوصا در ولایت جنوب اجرا کنیم. ولی این 87% نفوس کشور که تحت پوشش این سروی آمده، یعنی از 87% نفوس کشور نمونه گیری شده و این سروی اجرا شده، این خودش از نظر علمی یک نمونه و یا یک سمپل بسیار کلان است، یعنی یک نفوس زیاد کشور را نمایندگی کرده میتونه. 13% نفوس کشور که تحت پوشش نامده، او 13% کوشش شده که در آمار و دریافت های نهایی سروی به یک شکل اجست شود. ما میخواهیم که بر مردم ایره هم بگویم از یادرس که خدمات صحی خدمات غیر سیاسی و بیطرف است. و این پیام بوده که ما در این مدت وظیفیم در وزارت صحت ما همیشه او را به مردم ارائه کردیم. خدمات صحی، ما میخواهیم که خدمات صحی غیر جانبدار، غیر سیاسی، بیطرف و به شکل انسانیش ارائه شود. تا چه حد مراعات میشه این پیام شما از طرف دو جانبه درگیر در خشونت های افغانستان؟ خب ما کوشش کردیم که ایره در عمل نشان بدیم. یعنی به هر دو طرف دخیل در خشونت های افغانستان شما خدمات سی را میکنیم؟ ما با مریض برخورد میکنیم. برخورد ما برخورد دکتر و پرسنل صحی با مریض است. در ساعات دیگی صحت و صحت عامه شما چه پیشرفت های دیگی دارین؟ مثلا مناطق صعب العبور در گذشته از مناطق که دوجه خشونت جریان داره، شما آیا تانستین خدمات متوازن صحت عامه را برای مردم مهیا بسازید؟ کوشش کردیم، تلاش کردیم که در جاهای دوردست افغانستان، در نقاط صعب العبور و کوهستانی افغانستان هم خدمات برسانیم. افغانستان یک جغرافیای بسیار چی داره، مشکل و دشوار داره. ما ولایتهایی داریم که بسیار کوهستانی هستند، سرک نداریم، صعب العبور هستند. در جاهایی داریم که مثلا چندین شبانه روز باید حرکت کنند که خود در یک مرکز صحی برسانند و این موضوع برای وقتی که موضوع حیات اطفال و حیات خانم ها هست، این بسیار بسیار قابل دقت است و حتی در بعضی موارد خانم ها زیادترین علت مرگ و میر در نزد خانم ها در افغانستان سبب حمل و ولادت است. یه خانمی که در زمان ولادت به یک اختلاط مواجه میشه و زیادترین اختلاطات که سبب مرگ میشه خونریزی ها است. خونریزی برای یک خانم حامله 2 یا 3 ساعت وقت میته برش و اکثر خونریزی ها در ظرف 2 ساعت حیات مادر میگیره. بنابراین از نظر لوحه مریضی هم این مریضی ها مدت زیاد به خانم نمیده که خانم چند شب و چند روز سفر کنه تا اینکه خود به یک شفاخانه برسانه که در اونجا برش کمک شد و حیاتش نجات پیدا کنه. بنابراین بسیار مهم است که ما از میتودها و شیوه های استفاده کنیم که خدمات غیر متمرکز بسازیم، خدمات تقسیم کنیم و منتشر کنیم در سطوح مختلف جامعه. یکی از کارهایی را که ما کردیم تربیه قابله های جامعه است. قابله ها در دورترین نقاط افغانستان تربیه شدن و اینها طور تربیه شدن، طور آموزش دیدن که اینا مادر در خطرناکترین و مغلقترین حالت که حیاتش تهدید شده نجات داده بتونن و یکی از شیوه هایی بوده. خب ما شاید نتونیم که در سالهای آینده هم کلینیک یا شفاخانه را در دورترین نقاط افغانستان برسانیم. این به بودجه ضرورت داره،
ای به نیروی بشری ضرورت داره، ای به امنیت ضرورت داره، به سرمایه گذاری بسیار زیاد ضرورت داره. ولی ما میتونیم که قدم های ابتدایی را برای آمادگی به اوطور یک حالت بگیریم. مثلا تربیه قابله ها است یکی از مثال های ازی، یا داشتن تیم های سیار و کلینیک های سیار است که برای اونجا ارائه خدمات کنند.